ولی قدرت فکر رو نگاه بکن. شما اگر که 500 کیلو، اصلا 500 کیلو چی؟ این میز بیا رو این بازود بگیر 20 سر پا، چقدر میتونی تا وقتی خون آمد پایین این خوش میشه دیگه، همین هم نمیتونی نگهش بداری تا چه برسه چه؟ ولی عقلش نگاه بکن، قدرت فکرش جرثقیل درست کرده اینطوری بلند میکنه. چند تون؟ 10 تون، 20 تون، 500 هزار تون آهن رو آب انداخته، آهن تو هوا داره میبره. قدرت فکر رو ببین. اینا کجاست منشأش؟ یه قوموخیشی داشتیم چند سال پیش به من میگفت شیخ اگر این قرآنی که شما ادعا میکنی همه بحثای پیشرفت و ترقی و تکنولوژی و علم عصر رو همه درش هست، من نماز میخونم. محتاج نیست که تو نماز بخونی، تو اراده بنی اسرائیل داری میگیری. در قرآن یک آیه هست، حالا اون آیه بعدی تو سوره الرحمن، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، میگه وقتی دو دریا به هم میریزه، وقتی دو دریا به هم میریزه بحرین، یک برزخی بین دو لایه آب هست. حالا چه آب شیرین چه آب شور، یا آب شور و آبی که نمکش کمتره. بعضی آبها حتی تو دریا دو تا آبه کنار همه، دیوار بینشون نیست، ولی یک برزخی هست که یک لایه آبی ایسته. سبحان الله، دانشمندان امروز تشخیص دادن، به این نتیجه رسیدن، کشف کردن که این لایه آبی هست که نمیگذاره این آب با وجودی که همه آبن بر اون آب طغیان بکنه. این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است، فقط یک لایه آبی بینشونه. آیه دیگه در قرآن هست، والخیر والبغال والحمیر لترکبوها وزینه ویخلق ما لا تعلمون. خیل، اسب، بغال، حمیر، قاطر و چهارپا و الاغ و شتر و اینا خداوند به دو هدف خلقت کرده. میگه برای زینت، زیبایی و برای نقل و انتقال. دنباله آیه خوب دقت بکنید، اکثرا جوانید، همیشه به عنوان یک کتابی که چه؟ یک کتابی که سبب عقب افتادگی ما قرآن مطرح میشه، که تعامل ما رو با قرآن ضعیف بکنن. احساس حقارت میکنیم وقتی که فقط قرآن، وقتی کسی میمیره میگه اسب و شتر و قاطر و الاغ و اینا برای دو هدفه، یکی برای زینت، یکی برای نقل و انتقال. حالا دنبالش، و یخلق ما لا تعلمون. خوب دقت بکنید، یخلق فعل مضارع است، فعل مضارع از آینده خبر میده و دلالت بر استمراریت میده، و یخلق در آینده و استمراریت. برید معنی فعل مضارع برای استمرار و آینده است. ما لا تعلمون، در آینده خداوند جایگزین این وسایل نقلیه که این چارپایان باشه جایگزینی میکنه که شما نمیفهمید. ای صحابه، صحابه رسول الله از این آیه سوال نکردن خدایا اون ابزار نقل و انتقالی که جایگزین چارپایانه چیه، چون در زمانشان نبود، لازم هم نبود سوال بکنن، اصلا چیز هم روش مترتب نبود. اون برای امروز ماست. این یخلق شامل چی میشه؟ هواپیما، قطار، کشتی، موتور، همه ابزار نقل و انتقال. و یخلق، و در آینده هم متناسب با زمان چه؟ این ابزار جابجا میشه. درباره طب، درباره نطفه، تکوین نطفه، تکوین ابر، تکوین باد. کی میدونست که انسان در سه تاریکی است؟ قرآن گفته انسان در سه تاریکی پشت سر هم خلق کردیم. یکی تاریکی مشیمه هست، اون کیسه آبکی است که جنین توشه. بد رحم، تاریکی دوم بد چکم. یا کدوم انسانی میفهمه پیامبر نرفته بود غواصی بکنه که بفهمه که موج زیر دریا داریم و موج چه روی دریا داریم؟ موج من فوقه موج. امواج درونی که چه؟ دریا رو پاک میکنه، و امواج بیرونی که این آشغالا رو میرزه بالا پرتش میکنه به ساحل. امواج بیرونی هیبت خداست. یه زمانی بچه بودیم تا
تو مکتب خانه میخوندیم و اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت، معنیش نمیفهمیدیم. آنگاه که دریا ذوب میشه، آنگاه که دریا گداخته میشود، گرم میشود، و آنگاه که دریا منفجر میشود. اذا البحار سجرت، سجرت یعنی جوش میاد، خلخل میکنه از بس که جوش میشه. بعد که به جوش آمد و اذا البحار فجرت، منفجر میشه تو هوا، تا اینکه تسونامی سومترای اندونزیا رخ داد، جزیره ای که زن و مرد نیمه لخت میرفتن اونجا. دوستان تعریف میکردن، علما، که این جزیره اولین جزیره بوده که اسلام وارد این جزیره شده، مردمشون فرشته گونه زندگی میکردن، تا اینکه فساد اخلاقی و انحراف و بدعت و اختلاف و بی تقوایی و بی ناموسی در میان اونها رخنه کرد. پدر در نماز صبح بود، دختر و پسرش تو کاباره و بار بودن، بی تفاوت نسبت به دختر و پسر، نسبت به ناموس، نسبت به جامعه، فکر میکرد که خودش نماز بخونه کافیه. به دخترش نمیگفت تا نصف شب کجا بودی، پسرش کجا رفتی، با کی هستید. سبحان الله، در یک روزی که زن و مرد همه اونجا نیمه لخت و عریان بودن، شنا میکردن، یک دفعه آسمان تاریک شد، یک فعل و انفعالاتی در زیر آب شد، در ته دریا زمین جابجا شد، مواد جابجا شد، زلزله‌ای در زیر آب رخ داد، 9 رشته زمین باز شد، مواد مذابی که اون منطقه بود، معمولا جنوب شرق آسیا کوههای آتشفشان و فلان، اونها هم فعال شدن، زمین باز شد، آب فروکش کرد، کل آب رفت پایین. اینهایی که کنار ساحل بودن، تو جزیره بودن، طوری وسوسه شدن که برن ببینن آب کجا رفت، کجای دریا سوراخ شد آب رفت. اینا را برد تا سر اونجایی که آب رفته بود پایین، آب فروکش کرد، یک دفعه 15 متر با سرعتی که خدا میدونه و قدرتی که خدا، این آبی که اول مواد مذاب قاتیش کرد اونجا به اوج حرارت رسون، بعد منفجرش کرد تو فضا. اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت. حالا رفته 15 متر آب آمده بالا، اینجا بود که احساس خطر کردن، یه عده شورت خالی تنشان بود، یه عده لخت بودن، زن و مرد اگر دو تا پا داشتن 4 تا پای دیگه قرض گرفتن و شروع کردن به دویدن. حالا شده کابوس، ببینی که یه دزدی میخواد تو رو بکشه، یه قاتلی دنبالت، یک مجرمی خنجر گرفته، هر چی میدوی سر جای خودتی، صدا میزنی ایها الناس منو میخواد بکشه، صدا نمیره، سر جای خودتی دزد بهت میرسه، قاتل بهت میرسه. شبیه کابوس شده بود براشون، هر چی میدویدن نمیتونستن. 15 متر ارتفاع منفجر شد، مواد مذاب جوش با سرعت 800 کیلو در ساعت اونها رو دنبال کرد تو ساحل. هر چی میدویدن، چقدر میتونه یک دونده 100 متر سرعت چقدر میتونه بدوه، با سرعت 800 کیلومتر در ساعت همین انسان ها رو دنبال کرد که این جزیره پاک و تبدیل به فحاش خانه کرده بودن، دنبالشون کرد تا مسافت 10 کیلومتر با سرعت 800 کیلو در ساعت رفت و خشکی، کشتی 2000 تنی آهن بلند کرد، بر روی روستا گذاشت. قدرت خدا رو ببینید، اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت. همه جسدهایی که پیدا شده بود، بعد گرفتن اون 500,000 جسد، اکثرشون کبود بود، سوخته بودن، آب که آدمو نمیسوزونه. نمیشه با قدرت خدا، و ما یعلم جنود ربک الا هو. روزی که خداوند زمینو از آسمان جدا کرد، زمین در حال لرزش و لرزش بود. خداوند در حضور و انظار ملائکه کوه انداخت تو زمین، زمین آرام گرفت، لنگر شد،
والجبال اوتادا. اوتاد جمع وتده، تو سوره نبع هست. وتد میخی که خیمه رو میکوبن که باد اونو چه نلرزونه. والجبال اوتادا، این کوههایی که میبینید یک سومش روی زمینه، دو سومش تو لایه های زمینه که قاراتو به هم وصل کرده. والجبال اوتادا، زمین لنگر شد. فرشتگان گفتن بارالها، از کوه مخلوق قوی تر دارید که چطوری زمین رو لنگر کرد؟ گفت بله، از کوه قوی تر آهن دارم. خود میزنی صخره رو تکه تکه میکنید. گفتن بارالها، از آهن موجودی قوی تر ساختید؟ گفت بله، آتش قوی تر از چه؟ آهنه. کارخانه ذوب آهنه اصفهان، آتش آهن رو ذوب میکنه. گفتن بارالها، از آتش موجودی قوی تر ساختید؟ دارید در اختیار؟ گفت بله، آب. کی باور میکرد؟ به نظر شما این قوی تره؟ من اگه بزنم این انگشتم یا مشتم خونالود میشه، انگشتم خرد میشه، حالا بزنم تو آب؟ این قوی تره یا این صخره؟ عقل من تو میگه این قوی تره، ولی خدا میگه این قوی تره. اینا کن؟ گفت از آتش قوی تر آب، آتش رو خونسا میکنه. گفتن بارالها، از آب قوی تر هم دارید؟ گفت بله، باد. وقتی طوفان میاد حد قطری آب به جایی میزنه، دریا رو متلاطم میکنه، پرت میکنه به ساحل، به اون طرف، به اون طرف، هر طرف که باد بچرخه. گفتن بارالها، از باد موجودی قوی تر دارید؟ گفت بله، از باد و آب و آتش و آهن و کوه و زمین و از همه موجودات قوی تر بنده مؤمنم هست. قدرت بنده مؤمن من که به من وصله. چرا خودمونو کم گرفتیم؟ یعنی تو در همین حدی که یه سیگاری دود بکنی، تو که حق امضا دارید از جانب خداوند، مگر خلیفه حق امضا نداره؟ جانشین نیست، جانشین فرمانده نیست. مگس نمیتونی از تو روی خودت؟ انسان راه رفتن ماهی از ماهی بهتر شنا میکنه، از پرندگان بهتر پرواز میکنه، از مار و کرم بهتر میخزه، ولی راه رفتن خودش رو گم کرده. خودش نمیتونه چطور راه بره؟ همه رو به حرف آورده، پرنده رو به حرف آورده، توتی آورده حرف یادش داده، دلفین آورده تربیت کرده، نهنگ رو تربیت کرده، پشت نهنگ نشسته، پشت کوسیمایی نشسته، گرگ و خرس و شیر رو آورده تو سیر، تو خیمه با یک خیزر رو نمیچرخوندش، به رقص در آورده، ولی تربیت خودش و اولادش رو فراموش کرده. من در نماز تراویح نقل میکردم به دوستان که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده در آخر الزمان روزی میرسه که افرادی از امت من بیان یک طول سگی گر به روی شما تربیت بکنن، بزرگ بکنن، براشون خیلی بهتر از این که فرزندی رو از نطفه خودشون و از کمر خودشون تربیت بکنن. طرف یه طول سگی آورده تو خونه، یه اتاق خصوصی، دوشک و بالش و تخت، مسواک براش خریده، خمیر دندون خوب براش خریده، صابون خیلی خوب گران قیمت براش خریده، گوشت براش میاره، بعدم اصل که میخواد روز جمعه بره بیرون، بچه هاشو میذاره تو خونه، این بچه هاشو میذاره صندلی عقب یا جلو، یا جلو موتورش کنار ساحل، مردم هم بهش نگاه میکنن، این چه شاهکاری کرده. یه روز تو یکی از روزنامه ها دیدم که طولانی ترین ناخن در دنیا یه هندی بود، استاده بود، این انگشتش، یه انگشت کوچیکش، تقریبا 1.20 متر یا 30 سانتی اگه اشتباه نکنم انگشتش بود، این ناخنش تا اندازه قدش، یه لبخند زده و یه جست هم گرفته بود، عکسش گرفته بودن، طولانی ترین انگشت ناخن در دنیا، شاهکار کرده.
باید اولاد تربیت کرد، استعدادها رو، نقش تربیت در سازندگی، در کشف معادن، در بهره‌وری و بهره‌برداری. شما واقعا سرمایه هستید، هر کدوم تو یک معدنه، یک معدن تکنولوژی فکر. اینو فعال کنید. خداوند بر مبنای فکرتون با تون صحبت میکنه. به خواهران دارم میگم، از بس که برادران و خواهران، خواهران و برادرانشون رو دوست دارن، من یادداشت دادم شیخ امشب درباره این بگو، امشب درباره این بگو. من میخوام دوستم بشنوه، من میخوام شوهرم بشنوه، من میخوام خواهرم بشنوه، من میخوام خانمم بشنوه، من میخوام پدرم بشنوه. امشب کاری کردم، پدرم با خودم آوردم. شما که خوبی، یه روز پسر بچه کوچیکی سبب توبه پدرش شد، برگشت به خانه گریه میکرد. مادرش گفت پسرم چرا گریه میکنی؟ گفت من رفتم مسجد، هم کلاسی هم از من مسخره کردن، گفتن ها بابای ما ناکن تو صف نمازه، بابای تو که نیست، بابا بی نمازه. مامان چرا بچه ها از من مسخره میکنن؟ میگم بابا بی نمازه، چرا بابا نمیاد با من؟ گفت صبر کن، وقتی بابات آمد از بازار خانه به بابات بگو، بگو بچه ها هم کلاسی هم تو مسجد از من مسخره کردن، بابا بی نمازه، بابا بی نمازه. هر کسی باباش نشون من میده، این بابای منه. باباش که آمد گفت پسرم حالا به بابا بگو، زد زیر گریه. گفت پسرم چرا گریه میکنی؟ گفت بابا من میرم مسجد، همه از من مسخره میکنن که بابای تو بی نمازه. ناکو همه باباشون نشون من میدن، این بابای منه، این بابای منه، این بابای منه. از بابای تو کجاست؟ بابا جون نمیشه تو با من بیای مسجد تا دیگه بچه ها از من مسخره نکنن؟ خواهش میکنم بابا بیا که از من دارن مسخره میکنن. کاری کرد که پدرش از این رو به اون رو بشه، یک بچه نیوجبی. بعضی موقع شاگرد آدم سبب توبه استاد میشه، بعضی موقع بچه آدم سبب توبه پدر میشه. در حق هم دیگه کوتاهی نکنید، از نصیحت بدتون نیاد، از تذکر بدتون نیاد، برای هم دیگه دعای خیر بکنید. میگم خیلی از عزیزان به من میگن این جیبم پره، ها داشت امشب میشه شیخ درباره این موضوع صحبت بکنید؟ یه دوستی آمده اگر این موضوعات بشنوه قطعا روش تأثیر میگذاره. پیامبر صلی الله علیه و سلم به یک صحابه که تقاضای نصیحت کرده بود گفت لا تقدم. گفت یا رسول الله یه نصیحت دیگه. گفت لا تقدم. گفت یه نصیحت دیگه. گفت لا تقدم. سه تا نصیحت تقاضا کرد، یه نصیحت کرد. میدونی علتش چیه؟ چون پیامبر روانشناس بود، نگاه کرد که چه این برادر همه چیزش خوبه، فقط عصبانی مزاجه. دست گذاشت رو همون یک اخلاقش که اگر تاکید کرد سه بار که اگر اینو کنار بذاره دیگه عیبی نداره، میشه نور علی نور. ما یک اخلاق نازیبا اگر کنار بذاریم در سال میشه 12 تا اخلاق نازیبا، 12 تا اخلاق خوب جایگزینش میشه. خدایا دشمنان ما را تبدیل به دوستان ما بگردان و بعد از اون دوستی لذت ببریم. خدایا به دوستان ما بیفزا، به دوستان خوب ما بیفزا و از برکات دوستان خوب ما را محظوظ بفرما. دوست تو میتونه مادرت باشه، پدرت باشه، همسرت باشه. اسرائیل ما را تعقیب میکنه. این ساعت بهتون گفتم این ساعت موچی نیست. اگه ادامه بدم دیگه از اون طرف وقت نمازمون، ولی میتونیم خیلی به هم دیگه نفع برسونیم. فکر نکنید من اینجا نشستم از شما بهترم. ما همه وصلیم به دعای خیر هم دیگه. این همه از من تقاضای دعا میکنید، من حق ندارم از شما تقاضای دعا بکنم. من از در مسجد رو پله مسجد شیخ برای ما دعا بکن، شیخ برای ما دعا بکن، من حق ندارم. ما آقای شما نیستیم، نوکر خوب نمیخوای، خدمتکار خوب نمیخوای، تو فکر بچه هاتون باشه،
براش دعا بکنید تا دیگه خدمتکار خودی باشه، بد خیانت نکنه، بچه‌ها تو خوب تربیت بکنه. التماس دعای خیر از همه تون دارم، برای من و خانواده‌ام، منم برای شما دعا میکنم. برای من دعا بکنید تا خدا به من توفیق بده در حق شما کوتاهی نکنم، در حق اولادتون کوتاهی نکنم. به همه علما، همینطوری که شیخ ما تو این محراب واقعا احیاگری کرد که هنوز اون نفس گرمش مثل یک نفس، اون صحبت های گیراش و جذابش باور کن مثل یک نسیم خنکی داره میوزه و آرامش به ما. شیخ ضیایی شهید رحمت الله علیه در حقیقت پدر معنوی همه ما بود و امثال ما بود. آخر حمایت باشید، سلام بعدی رو میخونیم. فشرده عزیزانی بیرون ایستادن.